دوستای گل همیشه همراه با کانال یوتیوب زندگی رنگین، سلام. امروز میخوام براتون آموزش کیک اسفنجی رو که برای کیک تولد یک کیک عالی و پوک و نرمه به شما آموزش بدم. در ضمن طرز تهیه این کیک اسفنجی احتیاج به شیر یا آب نداره. پس با هم میریم سراغ مواد لازمه این کیک اسفنجی خوشمزه و پوک و نرم. لازم برای کیک اسفنجی احتیاج داریم به تخم مرغ 5 عدد، شکر 12 قاشق سوپ خوری، آرد 14 قاشق سوپ خوری، بیکینگ پادر 1 قاشق مربا خوری، وانیل نصف قاشق چای خوری، گلاب 1 قاشق چای خوری، روغن مایه 3 قاشق غذا خوری. با هم میریم سراغ طرز تهیه این کیک اسفنجی خوشمزه. ابتدا تخم مرغ رو میشکنیم، احتیاج نداره زرده و سفیده تخم مرغ رو از هم جدا کنیم. همراه با شکر و وانیل، وانیلمون برای این مقدار تخم مرغ باید همون نصف قاشق چای خوری باشه، چون اگه بیشتر وانیل بریزیم توی مواد کیکمون، کیکمون یه مقدار تلخ میشه. و همچنین گلابم به همین صورت نباید بیشتر بریزیم، چون کیکمون یه مقدار سفت میشه. قبل از اینکه شروع کنیم به هم زدن، فر رو روی درجه 160 روشن میکنیم، طبقه پایین و بالا با هم یکسان گرد بشه. ابتدا تخم مرغ رو همراه با شکر و وانیل و گلاب با هم زم خوب هم میزنیم تا موقعی که کشدار بشه و کرم رنگ. شما اگه همزن دستی هم دارید میتونید با همزن دستی این کار رو انجام بدید تا موقعی که کشدار بشه تخم مرغامون و رنگ تخم مرغا و شکر عوض بشه. با دور تند همزن هم میزنیم. تمام. تمام مواد تخم مرغ و شکر در این حد مخلوط شد، میبینید که رنگ تخم مرغ عوض شده و مواد ما حسابی کش داره، باید به این رنگ کرم برسه و حجمش تقریبا دو برابر میشه. دیگه اینجا احتیاج نداریم به همزن. همینطور که میبینید مواد ما بعد از همزدن رنگش کرم رنگ شده و حسابی کش میاد. از این به بعد باید با لیسک، آرد و روغن رو به مواد کیک اسفنجیمون اضافه کنیم. حدود 14 قاشق سوپ خوری آرد داشتیم و 1 قاشق مربا خوری بیکینگ پادر. اینا رو با هم 3 بار الک میکنیم و همه آرد ها همونطور که میدونید با هم متفاوتن. پس آرد رو کم کم به موادمون اضافه میکنیم. قاشق سوپ خوری هم این اندازه هست، یه مقدار از قاشق غذاخوری بزرگتر. آرد و پکینگ پادر رو که با هم الک کردیم در 3 یا 4 مرحله به مواد تخم مرغمون اضافه میکنیم و با لیسک مخلوط میکنیم. باید توجه داشته باشید که وقتی میخواید مواد آرد رو با تخم مرغ مخلوط کنید، حتما به صورت دورانی مخلوط کنید و از یک جهت که پف کیک شما نخوابه. وقتی قشنگ مخلوط کردید و خیلی آروم، احتیاج نداره خیلی محکم هم بزنید، وقتی مخلوط شد آرد مرحله بعدم اضافه میکنیم. این کیک اسفنجی احتیاج به شیر و یا آب نداره. یک کیک کاملا پوک و لطیف و نرمه که برای کیک های تولد خیلی مناسبه. با صبر و حوصله از یک جهت به صورت دورانی آرد رو مخلوط میکنیم با تخم مرغ که حجم
تخم مرغای ما همون اندازه که هست باشه و پف آن نخوابه. وقتی که دیدید هیچ گلوله‌ای در مواد شما از آرد نیست، بقیه را به همین ترتیب اضافه می‌کنید. اگه دوست داشتید کیک اسفنجی شما کاکائویی باشه، میتونید حدود 2 قاشق سوپخوری از آردتون رو کم کنید و به جاش پودر کاکائو به آن اضافه کنید. تمام کیک ها رو موقعی که میخواید آرد رو به اون اضافه کنید باید کم کم اضافه کنید و به صورت دورانی. در آخر کار به شما یک کیکی با بافت خیلی نرم و پوکو به شما میده. نبایدم خیلی زیاد آرد به موادتون اضافه کنید، چون همه آردها با هم متفاوتن. باید در نهایت مواد ما نه خیلی سفت باشه و نه خیلی رقیق که راحت از ظرفمون بتونیم داخل قالب کیکمون بریزیم. بازی مقدار دیگه آرد من اضافه میکنم و باز به هم زدنم ادامه میدم از همون طرفی که داشتم با لیستک مواد رو مخلوط میکردم. وقتی که تمام آرد رو به مواد اضافه کردید، در نهایت باید مواد شما به این اندازه رقیق باشه. میبینید که پف مواد من نخوابیده و به اون اندازه که میخواستم مد نظرم بود رسیده، به این اندازه باید باشه. باید توجه داشته باشید برای درست کردن هر نوع کیکی به خصوص کیک اسفنجی همیشه روغن رو در آخر کار به موادتون اضافه کنید، چون در نهایت به شما یک کیک کاملا پوکو خوب میده. موقعی که روغن رو به مواد آرد و تخم مرغ اضافه کردید، نباید زیاد هم بزنید، چون اگه زیاد هم بزنید باز باعث میشه پف کیک شما بخوابه و کیک شما پوک نباشه. تقریبا فقط به صورتی که روغنمون مخلوط بشه، به این صورت خیلی آروم به حالت زیر و رو. مواد کیک اسفنجی ما آماده شد. بریم با هم بریزیم داخل قالب. برای این مقدار تخم مرغ و آرد ما احتیاج داریم به یک قالب 25x10. حالا قالب شما میتونه یا گرد باشه یا مربعی یا هر مدل دیگه. ته قالبمون رو یک کاغذ روغنی میندازیم. احتیاج نداره دیوارهای قالب رو یا چرب کنیم یا کاغذ روغنی بندازیم. به راحتی کیک اسفنجی ما از قالب جدا میشه. اگه کاغذ روغنی در دسترس نداشتید، میتونید یه مقدار خیلی کم فقط ته قالب رو چرب کنید و یه مقدار آرد بپاشید. احتیاج نداره دیواره ها رو آرد پاشی یا چرب کنید. وقتی که تمام مواد کیک اسفنجی رو ریختیم توی قالب، همینطور که میبینید روی مواد کیک اسفنجی من یه حباب هایی تشکیل شده. این به این معنیه که مواد کیک اسفنجی من به اندازه مناسب هم خورده. احتیاج نداره روی کیک رو با لیسک یا با هیچ چیز دیگه ای صاف کنید. یه مقدار قالب رو به این صورت، نه خیلی زیاد یا نه خیلی تون، یه مقدار کم حدود 2 الی 3 بار تکون میدیم و حدود 1 2 3 به این صورت باید به زمین بکوبیم که هوای داخل مواد کیک ما ازش خارج بشه. قالب رو میذاریم توی فر، فری که حدود 10 الی 15 دقیقه زودتر گذاشتیم گرم شده.
در این زمان نباید به هیچ وجه در فر رو باز کنیم چون پف کیکمون میخوابه. بعد از حدود 20 الی 25 دقیقه من کیک آماده شده رو به شما نشون خواهم داد. طور که میبینید کیک ما توی فره و حسابی پف کرده. منتظر میمونیم تا کیک ما پخته بشه. اینطور که میبینید بعد از گذشت حدود 25 دقیقه کیک ما پخته شده، حسابی پف کرده. الان موقع اونه که یا به وسیله یک خلال دندون یا سیخ چوبی در وسط کیک فرو کنیم. اگه که مواد به سیخ چوبی یا خلال دندونمون نچسبید، یعنی کیک ما آماده است. همینطور که میبینید هیچ موادی به سیخ چوبی ما نچسبیده، کیک ما آماده است. موقع اونه که از فر خارجش کنیم. سی گلم، کیک ما آماده شد. اون از فر بیرون رو بردم و میذاریم تا خنک میشه. روی کیک رو یه پارچه تمیز میندازیم تا قشنگ کیکمون خنک بشه. من موقعی که کیک خنک شد از قالب جدا میکنم و به شما عزیزان نشون میدم. وقتی کیک رو از فر در بردیم میذاریم کاملا خنک بشه. با دستمون امتحان میکنیم که هیچ گرمایی رو احساس نکنیم. به وسیله یک چاقو دوروبر کیک رو خیلی آروم از لبه های قالب یه مقدار خیلی کم به این صورت جدا میکنیم. اگه قالب شما کمربندی باشه که کمربند قالب رو باز میکنید و اگه معمولی هم باشه به همین صورت یه مقدار تکونش میدید و خیلی راحت کیکمون از قالب جدا میشه. همینطور که میبینید کیک ما حسابی پف کرده و قطر لازم داره. این کیک اسفنجی یه کیک پایه مناسبی است برای کیک تولد. حتی میتونید اون هم ساده استفاده کنید. با هم کیکمون رو تزیین کنیم. دوستای گلم، کیک اسفنجی ما آماده شده. من کاغذ رو ازش جدا میکنم، خیلی راحت جدا میشه. میبینید که پف کیکمونم خیلی خوبه و حسابی نرم. میریم برای تزیین کیکمون. شما این کیک رو میتونید به صورت ساده استفاده کنید و یا میتونید خامه کشی کنید. من میخوام این کیک رو یک کیک دو طبقه درست کنم. دو تا از این کیک درست کردم و یه مدل خیلی کوچیک رو به شما یاد بدم. برای که بخوام روی سطح کیکم صاف و یک دست باشه به وسیله یه چاقو این صورت خیلی آروم روی کیک رو ازش جدا میکنیم. در صورتی که بخوایم روی کیکمون قشنگ صاف و یک دست باشه برای خامه کشی، اگه روی کیک رو ازش جدا کنیم خیلی بهتره. یه لایه خیلی نازک به این اندازه. به این شکل روی کیک رو ازش جدا میکنیم. به کیک هیچ صدمه وارد نمیشه. یه لایه خیلی نازک به وسیله نوک چاقو از روی کیک جدا میکنیم چون میخوام روی کیک رو خامه کشی کنم. من این کیک اسفنجی رو برای کیک تولد انتخاب کردم. با یه تزیین ساده میخوام به شما نشون بدم. شما میتونید این کیک رو ساده هم استفاده کنید. من میخوام این کیک هم دو طبقه باشه. طبقه دوم رو یه مقدار کوچکتر از طبقه اول درست کردم با همان مواد ولی مقدارش رو نصف کردم. با هم بریم ادامه کار رو با هم ببینیم. من روی دوتا کیک رو روی اولیش رو به وسیله چاقو جدا کردم. این هم کیک کوچکترمون به همان اندازه پف کرده ولی یه مقدار کوچکتر. اینم کیک طبقه اول. الان موقع اون رسیده که از وسط کیکمون رو بدونیم کنیم که بتونیم وسط کیکم خامه بمونه. به وسیله یه چاقو کیک رو به صورت
دایره بار از وسط به دونیم میکنیم، به خاطر اینکه میخوایم وسط کیکمون رو خامه بمالیم. یه لایه نازکی از خامه. دو تا کیک رو به همین صورت از وسط به دونیم میکنیم. برای فرم دادن خامه برای وسط کیک به هر میزان خامه که دوست دارید میریزید توی ظرف همزمتون. از هر نوع خامه‌ای میتونید استفاده کنید، ولی درصد خامه‌تون نباید از 10% کمتر باشه، ولی بیشتر باشه هیچ مانعی نداره. میزان پودر قند هم بستگی به خودتون داره که چقدر دوست دارید خامه‌تون شیرین باشه. اگه دوست دارید خیلی شیرین باشه میتونید پودر قند بیشتری رو بهش اضافه کنید، ولی هیچ وقت از شکر برای هم زدن خامه و شیرین شدن خامه استفاده نکنید. همیشه باید پودر قند بریزید. من برای این مقدار خامه حدود 3 قاشق غذاخوری پودر قند میریزم. و اگه طعم گلاب رو خیلی دوست دارید که خامتون یه بوی گلاب بده و طعم گلاب داشته باشه، میتونید یه مقدار خیلی کم، حدوداً 1 قاشق مرباخوری بهش گلاب اضافه کنید. ولی اگه طعم گلاب هم دوست ندارید، هیت احتیاطی نداره که گلاب بهش اضافه کنید، میتونید گلاب رو حذف کنید. خامه رو با دور تند همزن باید به اندازه‌ای بزنید که خامه کاملا سفت بشه و از ظرف نریزه، یعنی وقتی که ظرف رو برمیگردونیم ثابت توی ظرف بمونه. اگه شما بخواید کیکتون فقط خامه‌ای باشه و خمیر فوندا ازش استفاده نکنید، خامه بیشتری باید داشته باشید که کامل روی کیک رو با خامه هم تزیین کنید. بریم با هم خامه رو. خامه رو در این حد میزنیم موقعی که پرهای همزنمون روی خامه مشخص شد و خامه‌مون سفت شد. اگر بیشتر از این خامه رو هم بزنیم خامه به کره میفته و دیگه خامه خراب شده، باید بریزیم دور. در این حد خامه برای زدن و یا فرم گرفتنش کافیه. میبینید که کاملا سفت شده، مقداری رو بکشم عقب و از ظرف نمیریزه. ببینید که حسابی سفت شده. اگه دوست داشته باشید وسط کیک اسفنجیتون یا کیک تولدتون میوه یا آجیل بذارید، اونم بنا به سلیقه خودتون اگه دوست دارید. من اینجا یه مقدار از مارمالاد توت فرنگی رو روی کیکم میمالم، یه مقدار خیلی کم. میگم اینا همش بنا به ذائقه و سلیقتون هست، اگه بخواید هم هیچی میتونید نمالید. باید در نظر داشته باشید اگه بخواید میوه و یا مارمالاد یا هر چیز دیگر رو روی کیکتون بمالید، باید اول از همه میوه یا مارمالاد روی کیک بمالید، بعدش خامه. احتیاجم نداره کیکو به وسیله شیر یا شربت یا آب میوه یا هر چیز دیگه ای مرطوب کنید. این کیک اسفنجی به اندازه کافی پوک و ترده، احتیاج به هیچ چیز دیگه ای نداره، حسابی پوکه و نرمه. قشنگ یه لایه خیلی نازک. اگه دوست دارید یه مقدار بیشترم از این مارمالاد روی کیکتون باشه، وسط کیکتون میتونید بیشتر بزنید. من اینجا یه لایه خیلی نازو میخوام موقعی که کیک تولد برش میخوره یه هماهنگی بین خامه و مارمالاد توت فرنگی باشه که یه رنگ خیلی قشنگی رو به کیک تولد ما میده. بعد از این خامه میمالیم. بعد از این که مارمالاد توت فرنگی رو وسط کیک پهن کردیم، موقع این میرسه که خامه. هر مقدار خامه رو که دوست دارید، بستگی به ذائقه خودتون داره، باز میتونید وسط کیک بمالید.
دوست دارید خیلی کیک تولدتون خامه‌ای باشه، میتونید خیلی مقدار بیشتر و یا حتی میتونید کمتر کنید این مقدار رو، ولی باید تمام سطح خامتون یک دست باشه. اگر از یه چوبای گردون دارید میتونید اونو زیر کارتون بذارید، زیر ظرفی که میخواید کیک رو توش سرو کنید، راحت تر میچرخه، ولی اگه نداشته باشیدم هیچ مسئله ای نداره. وقتی خامه رو قشنگ کشیدیم روی کیک، لایه بعدی کیک رو میذاریم روی خامه. وقتی که یک لایه خامه رو وسط کیک پخش کردیم، لایه دوم کیک رو میذاریم روی خامه و یه مقدار با دستمون فشار میدیم. بعد موقع اون رسیده، روی کیکمونم یه مقدار لایه کم خامه بمالیم. به خاطر این یه لایه خیلی کم باید خامه بمالیم، چون که میخوایم روی کیکمون خمیر فوندا بیاد. ولی در موقعی که نمیخواید از خمیر فوندا استفاده کنید، فقط کیکتون میخواید خامه‌ای باشه با تزیین خامه، یه مقدار بیشتر باید خامه روی کیکمون باشه و در آخر با خامه باید روی کیکمونو مدل بدیم. دور اضافیه خامه که از کیک زده بیرون باید به وسیله یک ریلی سگ قشنگ یک دست کنید. خامتونم باید به همین اندازه که گفتم فرم داده بشه که راحت بتونید روی کیک رو با خامه بپوشونید. همونطور که گفتم برای روی کیکمون، چون میخوایم از خمیر فوندا استفاده کنیم، یه لایه خیلی نازک روی کیک خامه میکشیم، چون باید خیلی لایه‌مون نازک باشه. به خاطر این خمیر فوندا بهتر روی کیکمون خودشو میگیره. تمام سطحش هم باید یکسان باشه، هم روی کیک و هم دور کیکو یه مقدار نازک خامه میکشیم. توجه داشته باشید سطح خامتون روی کیک باید یک دست باشه که قسطی و بلندی نداشته باشه. وقتی به این اندازه روی کیکمونو خامه کشی کردیم، برای قرار دادن خمیر فوندا کیکو میذاریم کنار. و الان موقعی اون رسیده که خمیر فوندامونو برای تزیین روی کیکمون خمیر فوندا باید داشته باشیم. انشالله در آموزش های آینده طرز تهیه خمیر فوندا رو به شما یاد میدم. برای این کیک نوه خوشگل کوچولوی من گفته که روی کیکم باید به رنگ فیروزه‌ای باشه با خمیر فوندا. به خاطر همین رنگ فیروزه‌ای رو در نظر گرفتم. برای پن کردن خمیر فوندا به هیچ وجه نباید از آرد استفاده کنید، باید از نشاسته استفاده کنید، نشاسته ذرت یا نشاسته سیب زمینی. یه مقدار از نشاسته سیب زمینی یا نشاسته ذرت، هر کدومش که در دسترس دارید، روی سطح کارتون پهن میکنید برای پهن کردن خمیر فوندا. قشنگ با دستتون یک دست پخشش میکنید. احتیاج نداره خیلی زیادم بریزید. خمیر فوندا رو میذارید روی نشاسته و به وسیله یه بردنه خمیرتون رو به هر اندازه‌ای که دوست دارید نازک پهن میکنید، ولی نباید خیلی زیاد نازک باشه. مقدار خمیر فوندا بستگی به خودتون داره و اندازه کیکتون میتونید از خمیر فوندا استفاده کنید. خمیر فوندا رو به این اندازه پهن میکنید. احتیاج نداره روی خمیر فوندا رو نشاسته ذرت یا سیب زمینی بریزید، با بردنه خیلی آروم پهن میکنید. فقط باید مواظب باشید که خمیر فوندا در حین پهن کردن نباید سوراخ بشه. احیانا اگر سوراخی در خمیر فوندا به وجود اومد، خمیر رو باز جمع میکنید و باز پهن میکنید. ضخامت خمیر فوندا برای روکشی کیک باید حدودا 3 میلی باشه. وقتی خمیر فوندا رو قشنگ پهن کردیم، کیک رو میاریم و
خمیر رو روی کیک کاور میکنیم. من برای این دو مقدار کیکی رو که در نظر گرفتم دو طبقه، حدود 500 گرم از خمیر فوندا استفاده کردم. نشاستای اضافی رو از روی خمیر فوندامون به وسیله یک برس میزنیم کنار آروم. موقع اون رسیده، الان خمیر فوندا رو روی کیکمون کاور کنیم. خمیر فوندا رو که پهن کرده بودیم به وسیله همون زیری خمیر فوندا بلند میکنیم. شما میتونید یا کاغذ روغنی باشه زیر خمیر فونداتون که بتونید هنگام بلند کردنش از روی سطح کار، و بعد برمیگردونیم خمیر فوندا رو با همون کاغذ روغنی یا هر چیز دیگه روی کیکمون، و آروم کاغذ روغنی رو و یا زیری خمیر فوندا رو ازش جدا میکنیم و روی کیکمون ثابت میکنیم. وقتی که خمیر فوندا رو روی کیکمون کشیدیم، قشنگ با دستمون یه مقدار فشار میدیم و فیکسش میکنیم و دورورش رو یا میتونید به وسیله یه لیسه و یا هر چیزی که در دست دارید به این صورت خیلی آروم، نباید فشار ایجاد بشه، روی کناره های کیکمون فیکس میکنیم که به کیکمون بچسبه، و بعد اضافی خمیر فوندا رو به وسیله یه قیچی یا چاقوی تیز از روی کیک جدا میکنیم. وقتی که قشنگ خمیر فوندامون روی کیکمون ثابت شد، به وسیله یک چاقو آروم اضافی خمیر فوندا رو از روی کیک جدا میکنیم، خیلی آروم. وقتی که دوروبر کیک رو به وسیله چاقو خمیر فوندا رو ازش جدا کردیم، آروم اضافی خمیر فوندا رو برمیداریم به همین راحتی. چون من این اضافه خمیر فوندا رو برای طبقه دوم کیک میخوام، به خاطر که نباید خشک بشه میکنیم توی پلاستیک میذاریم و باز این خمیر رو پهن میکنیم. اگه کیک شما میخواد یک طبقه باشه و خمیر فونداتون اضافه اومد، بازم میکنید خمیر فوندا رو توی پلاستیک، محکم در پلاستیک رو گره میزنید و در یخچال نگهداری میکنید تا مدت ها خمیر فوندای شما میتونید ازش استفاده کنید. اگه کیک شما میخواید یک طبقه باشه که میتونید تزیینش کنین به هر صورتی که دوست دارید، روی خمیر فونداتون رو میتونید تزیین کنید. چون من کیکم میخوام دو طبقه باشه، کیک رو میذارم توی یخچال و طبقه دوم کیکم به همین صورت خامه کشی میکنم و خمیر فوندا میذارم. در ادامه کار با من همراه. خمیر فوندا رو برگردوندم روی طبقه دوم کیک، باید جدا جدا خمیر فوندا رو روی کیک بپوشونیم، و بعد از اینکه خمیر فوندا رو روی کیک کاور کردیم، منتقل میدیم به روی طبقه
بگیرید. قشنگ روی سطح خمیر رو صاف میکنیم، لبه هم به همین صورت. فقط مواظب باشید خیلی آروم این کار رو انجام بدید. دور خمیر رو ازش جدا. برای اینکه بخوایم طبقه دوم کیکمون رو بذاریم روی طبقه اول، چه کیک شما با خمیر فوندا باشه چه کیک شما خامه‌ای باشه، به خاطر اینکه وقتی طبقه دوم کیک رو میذاریم روی طبقه اول کیک، به خاطر اینکه سنگینی وارد نشه و کیک ما کج نشه، 4 علامت روی خمیر فوندا یا کیک ساده خامه درست میکنیم و 4 عدد نی پلاستیکی وارد کیکمون روی خمیر فوندا میکنیم. و اضافی اونو قیچی میکنیم. با این کار کیک ما اصلا کج نمیشه و همون شکل ظاهری خودشو حفظ میکنه، یعنی کیک ما اصلا یه ور نمیشه. آروم در 4 طرفش و بعد اضافی رو با قیچی. وقتی نی رو در طبقه اول کیک فرو کردیم و اضافیشو قیچی کردیم، طبقه دوم کیک رو روی نیا میذاریم و یه مقدار خیلی کم با دستمون فشار میدیم که قشنگ فیکس بشه و بعد به وسیله دستمون دوروبر کیک رو یه مقدار به این حالت صاف میکنیم. بریم برای بقیه تزیین کیکمون به همین راحت. برای تزیین روی کیک تولد که با خمیر فوندا پوشیده شده با سلیقه‌ایه، بنا به سفارش نوه گلم که این رنگو برای کیکش انتخاب کرده، دوست داشته تزیین کیکشو با گربه براش تزیین کنم که من به وسیله خمیر فوندا شکل گربه رو روی خمیر فوندا به وجود آوردم و قیچی کردم. گربه صورتی و سبز خواسته که میریم با هم روی کیک رو تزیین کنیم. شما میتونید روی کیک فوندا به وسیله شکوفه یا هر چیز دیگه تزیین کنید. همونطور که میدونید بخوایم هر ته یا شکلی رو با خمیر فوندا بخوایم روی کیکمون بذاریم، باید تر رو اول روی کاغذ در بیاریم و روی خمیر فوندا پیاده کنیم. بعد بخوایم تر رو روی خمیر فوندا بچسبونیم، باید یه مقدار پشت خمیر فوندا رو آب یه مقدار خیس کنیم به وسیله انگشتمون یا برس، ولی با انگشت باشه خیلی بهتره. یه مقدار کم پشت طرح کارمون رو خیس میکنیم به وسیله آب و روی کیکمون فیکس میکنیم. به همون حالت تزیین کیکمون کامل. کیک رو تزیین کردیم. یه تزیین ساده رو براش در نظر گرفتم. شما میتونید بنا به سلیقه خودتون هر تزیینی که دوست داشته باشید روی کیکتون انجام بدید. امیدوارم شما هم این کیک اسفنجی رو با هر نوع تزیینی که دوست دارید درست کنید و در کنار عزیزانتون نوش جان کنید. مثل همیشه لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. تا آموزش بعدی، ایام بکامتان.